سلام به فرا خبر خوش آمدید در این برنامه از بی سرنوشتی وزیران سلب صلاحیت شده تا ادامه معضل سرپرستی در کابینه حکومت خلا در رهبری وزارتخانه ها را چگونه پر می سازد مرگ سه برادر افریقایی در پای تلاش برای تجاوز به یک تنسا از نزدیک به دو ماه به این سو هفت وزیر سلب صلاحیت شده در بی سرنوشتی به سر برند. هرچند این وزیران به کارهایشان ادامه می دهند. اما در واقع به گفته نماینده های مجلس کار این افراد در رهبری وزارت ها در تضاد با روحیه قانون اساسی است و رئیس جمهور باید نامزد وزیران تازه را به مجلس نمایندگان معرفی کند از سوی دیگر در حالی که دادگاه حالی در حل تقابل میان مجلس نمایندگان و حکومت خاموشی اختیار کرده و نماینده های مجلس تا دو هفته دیگر به تعطیلات زمستانی میروند اما سرنوشت Yeah. Uh -huh. سرپرست ها در وزارتخانه ها چی می شود برای بحث بیشتر در این باره عبدالسبحان مزبا معاون اتحادیه حقوقدانان افغانستان و فراد مجیدی نماینده ای مجلس اینجا با من حضور دارند خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز آقای مجیدی با شما آغاز می کنیم از یک سو قرار است نماینده های مجلس تا کمتر از دو هفته ای دیگر به تعطیلات زمستانی بروند و در جهت دیگر دادگاه عالی به رسمی تا حالا نتیجه کارش بالای تفسیر ماده 92 قانون اساسی در پیوند به سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه را اعلام نکرده و هفت وزیر کابینه در کنار سه وزیر دیگر در واقع در بی سرنوشتی بزر می برند. در مجموع ده وزارت امین حالا با وسیله سرپرستان اداره می شه با در نظر داشت فیصله دادگاه عالی در پیوان به سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه سرنوشت این وزارتخانه ها چی می شه؟ چرا این گونه تا حالا به سر می برند این وزارتخانه ها؟ به نام و مهربان سلام, سلام خدمت شو. شما, شما. محترم برنامه بنده از تلویزیون تلو, تلو نیوز بسیار خوب بود که برای سوالایی که شما داشتید تا میتونستیم جواب اصلی رو بگیریم یک نمانده از حکومت هم داری برنامه می داشتیم ما از ریاست جمهوری خواستیم تا در برنامه حضور پیدا کنند اونها استدلال کردن دادگاه حالی تا حالا نتیجه کارش بله. اعلام نکرده ما پاسخ نداریم به این سوال تا اینجا کار و قسم که شما در ابتدا مقدم گزارش شروع برنامه گفتید که این منتظر نظر دادگاه عالی هست بخوام عرض کنم که این اصلاحیت های اصلی و قانونی بولوسی جرگه هست رد و یا تایید کار اعضای کابینه یا وزرا قطعا هر فیصله هم که دادگاه عالی داشته باشه آه، 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 خلاف قانون بساسی هست و خلاف قانون بله افغانستان در یک بسیار بدی قرار داره که این خلای مدیریتی در سطح رهبری وزارت ها میتونه بسیار مشکلات زیادی در پی داشته باشه و قطعا این به صلاح نیست و به خیر نیست این فیصله را مطابق به قانون نماینده مردم افغانستان در پارلمان قبلا داشتن و اینا رای عدم اعتماد یا سلب صلاحیت شدن و قطعا باید حکومت تصمیم جدی خود را حداقل در این دو هفته باقی مانده کاری قبل از رخصتی های زمستانی حکومت تصمیم بگیره و این نامزد وزیرا را برای گرفتن رای اعتماد به مجلس روان بکنه تا بوتان می خلای مدیریتی را پر بکنه اما ممکن است در این دو هفته حکومت خلای مدیریتی را در واقع در ده وزارتخانه پر بسازد؟ ما امیدوار هستم و ما قطعا این خواست مردم افغانستان هست که بیشتر توجه بکنن و قطعا ما کادرهای بسیار مجرب و مناسب بره در سطح افغانستان از تمام ولایت افغانستان داریم تا حداقل هفت یا ده وزیری که در کابینه فعلا وجود نداره اینا رو به پارلمان برای گرفتن رای اعتماد معرفی بکنه تو اینا با به کارهای شان در وایدای ادری داره در وزارت ها رسیدگی بکنن آقای مصباح حالا به گفته آقای مجیدی ادامه کار هفت وزیر سلب صلاحیت شده در واقع در تضاد با روحیه قانون اساسی است اما حکومت همچنان منتظر فیصله دادگاه عالی مانده چرا حکومت واقع نمیگذارد به فیصله دادگاه عالی و این معضل چگونه باید از میان برداشته شود و دیگر تقابل میان مجلس و قوی مجریه وجود نداشته باشد بسم الله الرحمن الرحیم بسیار تشکر سلام به خدمت شما و مهمان محترم و بیننده های محترم تلویزیون اساسا این موضوع ارتباط میگیره بحث به بحث تفکیک قوا که در قانون اساسی افغانستان تسجیل یافته و قسما این مورد یک قوه با قوه دیگر این جمله با جای بیش است که تا مراد بکنه به استقلالیت یک قوه با قوه دیگه آنچه اتفاق افتیده نقض بسیار سریح قانون اساسی است که در ماده 92 صلاحیت به ولسی جرگه داده و حکومت بر هر مبنایی که باشه این ماده قانون اساسی ماده 92 قانون اساسی را نقض کرده و قضیه را راجع ساخته به استر محکمه به منظور تفسیر در حالی که تفسیر از یک طرف مطابق ماده 121 قانون اساسی افغانستان از صلاحیت سریح ستره محکمه نیست و از طرف هم این موضوع اصلا ابهامی بهش وجود نداره اعضای محترم ولسی جرگه مبنی بر این که بودجه به مصرف نرسیده یا هر آن دلیل دیگه ای که بود با عنوان دلایل موجه استضاح کردن و بعضی از وزیر صبا حضور نیافتند و بالاخره اینا از اصل صلاحیتی که برشان داده شده از استفاده کردن از لحاظ حقوقی و قانونی هیچ نوع مشکلی برای ولسی وجود نداره حکومت آنچه مکلفیت داره ای است که امو وزیر سیبایی که فعلا امو تعریف حقوقی خود را که در به اساس ماده 92 برشان داده شده بود او را از دست داده و فعلا من حیث وزیر شناخته نمیشه پس چه از سرنوشت این وزیران در رهبری هفت وزارتخانه اینها در واقع به اساس کدام استدار به کارشان ادامه میدن خب قانون اساسی افغانستان بسیار واضح است به زبان دری و پشتو نوشته شده و اصلا ابهامی وجود نداره اصلا استدلال دی مورد وجود نداره فقط بحث بحث سلیقوی است بحث بحث ازی است که اینا هم اراده درست را نداره برای این کار یعنی نقض صریح قانون است و این بسیار خطرناک است برای حاکمیت قانون مطابق قانون این موضوع کاملا واضح است یک چیز قابل بحث است که سرپرست اینا سرپرست هم بوده نمیتونه ما قانونی را داریم زیر عنوان قانون سرپرست وزارت که در سال 1389 در سه ماده تصویب شده در این قانون حد اکثر مدت دو ماه است برای کسایی که اونا رد سلب صلاحیت نشده باشه اونا فقط به خاطری که در حالتی که وزارت از بی سرنوشتی به یک حالت مشروع مشروعیت قرار داشته باشه به با اون خاطر است کسایی که سلب صلاحیت میشه یک لحظه هم از لحاظ حقوقی نمیتونند که من حیث وزیر ایفای وظیفه بکنه بنا این ای هفتن از وزیر صاحبای محترم در همون روزی که و د سچېر کې محترم رائے دادن مبني بر ادم اعتماد سلبي اعتماد و نه ديګه وزير شناخته نميشن و ادمي کارشان نقض صريحه قوانين است و در زمين ستره محكمه ما تقاضا داريم از پيششان كه د چنين موارد اصلا مداخله نه کنه په خاطر کې مسله تفکيك قوا زیر سوال مې اوقي مجیدی چرا مجلس نمایندگان گذاشته تا هفت وزیر به گفته آقای مزبا همچنان با کارشان در تضاد با روحیه قانون اساسی ادامه بده در حالی که این وزیران از سوی مجلس نمایندگان سلب صلاحیت شدند اصلا اصل مشکل در, در شکل نظام هست ما این میراث که حالا هم این روش ای, ای سیاست یا روش بگیم بهتر است که حکومت و دولت وحدت ملی پیش گرفته این میراث است از حکومت قبلی آقای کرزی هم ما تجربه داشتیم که وقتی از وزرا بی یکی سلب صلاحیت شد یا رای عدم اعتماد گرفت او را به مدت زیاد و طولانی منیس سرپرست اونا را در جایشان قرار داد و به کارشان ادامه دادن یه اون میراث بدی است که از او زمان مانده تا زمانی که اصل شکل نظام تغییر نکنه در افغانستان و فکر میکنم اینمی میراث شومی که از قبل ما مانده هر رئیس جمهوری که با این شکل نظام در رأس امور بیایه اینمی سیاست رو تقیب میکنه چون این بسیار زیاد هست و میتانه و گفته آقای مزبا به اساس قانون سرپرستی وزیران سلب سلاشه حتی یک روز هم دیگر نمیتونن در وزارت ها به عنوان وزیر یا سرپرست منصوب باشم چرا حکومت اولویت قانون قرار نمیده در اینجا به قانون ارج گذاشتن؟ در 15 سال گذشته ما بارها شاهد قانون شکنی و یا احترام نگذاشتن به قانون از از آدرس حکومت قطعا بودیم این بار اول نیست یک کمی تفاوت کرده در این دولت و این حکومت و دولت وعدت ملی یک بناسبات بهتری بین شورای ملی و حکومت وجود داره با تفاوت های اما در جایی که به بمبست میخوره حکومت قطعا و نمو سیاست بر اساس و نمو های بیش از حد نظام مرکزی و از او استفاده سو میکنه متاسفانه و این این وضعیت ها اما آقای مجیدی دادگاه حالی چرا به گناه رسمی گیری نداشته هرچند چند وجود داره که دادگاه حالی به تایید فیصله های مجلس نمایندگان رای داده اما به گونه رسمی تا حالا موقفش اعلام نکرده ما هم قسم پیشتر یاد شد مشوره ما با دادگاه عالی هست که قطعا به این مسئله مداخله نکنند چون غیر قانونی هست از صلاحیتایشان نیست این جزء صلاحیت اصلی پارلمان افغانستان و اتاق ولسی هست خب اگر از صلاحیت های دادگاه حالی تفسیر قانون اساسی نیست چرا رد نکرد چگونگی سلب صلاحیت هفت وزیر مجلس از مجلس نمایندگان حالا قرار است تفسیر شود ماده 92 قانون اساسی در دادگاه حالی اصلا اصل ماده 92 قانون اساسی نیاز به تفسیر نداره خب حالا است حالا در واقع نیاز بررسی های دادگاه قرار گرفته این ماده و مسئولین در دادگاه عالی قطعا میدانن که اونا نیازی ندارن به تفسیر این ماده خب چرا رد نکردن این ای میتونه که یک وجه سیاسی داشته باشه خود رئیس جمهور هم میره میفهمه میدونه قطعا که نباید ایره بر تفسیر بر دادگاه عالی را میفرستاد خب فرستاد. فرستاده به دادگاه حالی چرا دادگاه حالی رد نمیکنه اگر در واقع از فیصله های این دادگاه تا جایی که ما اطلاع دارم قطعا این فی فیصله را به این بحث رونا داشتن و به این نتیجه رسیدن که بله این فیصله فیصله قانونی مطابق به ماده 92 قانون اساسی مربوط میشه به ولسی جرگ خب حالا باید اما به شکل رسمی تا به یا مکتوبی یا نشده که به دسترس رسانه ها یا مردم یا ولسی جرگ و پارلمان افغانستان قرار آقای مزبا با چی راز در پس این قضیه وجود دارد چرا دادگاه حالی اعلام نمیکنه تفسیر قانون اساسی از صلاحیت های این نهاد نیست قضایه نمیتونه به اساس قانون اساسی قانون تفسیر کنه خب این که چی در عق... چی راز عقب پرده هست ما نمیفهم در موردش ولی یک چیز میخوایم بگویم که متاسفانه قانون شکنی به یک فرهنگ تبدیل شده و بسیار جای تاسف است که ما در همچو یک وضعیت قرار داریم و عراکین بلند پایی ما که به سطح هر قوه هستند اون هغه بر وخت ارز قائل نمیشن زمان بسیار مهم است په аваز جانبی یا مشکلات کې از دې موضوع ناشه میشه فقط ملت یې را متقبل میشه یي موضوع را یعنی اصلا ino هم اراده سیاسی را نداره اینه میارسه ک چطور بتانم مثلا یوه وضعیت ما دیموکراتي را در در حالت تجربه شتیم ک تجربه دیموکراتي بر اساس حاکمیت قانون امکان پذیر است نقص میشه نقص میشه و بالاخره اصلا جواب است یعنی یک نوع از معافیت وجود داره از طرف عراقین به هر اندازه که صحبت میشه اصلا صدایشان نمیبره خب امی حکومت به اساس این قانون اساسی به وجود آمده امی زرسی قوه امی رئیس جمهور امی هر کسی که هستن وقتی که اینا به قدرت میرسند بسیار خوب است بسیار خوب قانون حاکم میشه زمانی که بحث تکلیف مطرح میشه مکلفیتشان مطرح میشه مطابق ماده 64 فقره 11 مکلفیت رئیس جمهور است که باید از امی وزرای سلب صلاحیت شده را ای دوباره به ولسی جرگه معرفی بکنه یعنی مکلفیتشان است و, و, مراقبت از قانون از تطبیق قانون اساسی هم در فقره اول ماده 64 قانون اساسی از جمله مکلفیت رئیس جمهور است هیچ نوع توجیه ندارد نقض صریح قانون است و و این ای مورد امی نقض قانون است که دو سال بیشتر از دو سال خصوصا قبل از او هم نقض بود که ماره ما را به می وضعیت رساند ما امیدوار هستیم که این به این موارد خاتمه ببخشد ممنون فراخبر پس از کوتاه دنبال کنید آقای مجیدی در حکومت گذشته در حکومت حامد کرزی در چندین مورد دادگاه حالی با جانبداری از حکومت در واقع فیصله کرده و فیصله دادگاه حالی بیشتر در همسوی با حکومت صورت گرفت اگر این بار دادگاه حالی با فیصله مجلس نمایندگان رای تایید بگذارد این در واقع نشان می که قوای قضایه می مستقل بمانه و به در واقع در موارد در حل قضایا تصمیم بگیرد این تصمیم احتمالی قوای قضایی چی پیامه به حکومت میرسانه؟ باز تکرار میشه مشوره ما به اعضای دادگاه عالی ای هست که قطعا در این مورد هیچ فیصله را صادر نکنند یعنی او زمان استقلالیت قوی قضایی تثبیت میشه اگر اینا یا به نفع یا به خواست حکومت و یا به خواست و نفع فیصله ولسی جرگه اینا نظر داده باشند قطعا او استقلالیت قوی قضایی زیر سوال میگه اصل تفکیک قوا در واقع اینجا نقض میگردد قطعا بله. چون اونا خلاف قانون عمل میکنن و قطعا به صلاحشانی هست که در این مورد هیچ نظر از قبل نده بله. خب اگر به گونه احتمالی به فیصله های مجلس نمایندگان دادگاه حالی رأی تایید بگذارد در اون صورت پیام مشخصش به قوی مجرعه چی خواهد بود؟ ما امیدوار هستم که روی یا سیاست روی تقابل قطن کنار بگذاره هم حکومت قوی اجرایه و هم قوی قضایه قطعا به سود هیچ یک از قوه ها نیست یعنی باید هر هر قوه بر اساس صلاحیت قانونی خود کار بکنه و وظیفه خود را بشناسه و عمل بکنه به او و هیچ یک به وظیفه قوه دیگر مداخله نکنه چنانچه هیچ وقت قوه مقننه به کار یا مواردی که مربوط به قوه قضایی اجرا می مداخله نکرده با توجه به اینکه یک بخش از های قوه مقننه بخش نظارتی هست که بسیار یک بخش اصلی هست و ایره باید قطعا یعنی اصل قرار بدن نماینده مردم افغانستان در پارلمان و نظارت خود را داشته باشند موردی که من میخوام به سوال یا به جواب اضافه بکنم است که این قانون شکنی هم که گفتم میراث هست از قبل و رئیس جمهور وقتی حرف میزنه باید عمل بکنه همین هفته پیش از زبان رئیس جمهور افغانستان شنیدیم که اول قانون بر تطبیق شه یا میشه قطعا این مردم افغانستان هست که حتما از بالا باید شروع بشه یعنی اگر هر چی نامش رو میگذاره اگر خدمت میگه اگر چیز دیگه نامش رو میگذاره قطعا این ای اساس و این تعدابه ما از رئیس جمهور افغانستان و رئیس, ج... رئیس جرایی دولت وداتی ملی مردم افغانستان میخواهند که تداب از بالا از خود شروع بکنند و قانون رو بر خود تطبیق بکنند تا بتانه ما بر یک شهروند عادی اف کشور بتونیم قانون رو تطبیق بله اما آقای مجیدی فکر نمیکنین که فیصله های دادگاه هایی در هر دو حالت به حکومت چالش داست اگر با فیصله های مجلس نمایندگان دادگاه هایی رای تایید بگذارد در اینجا معزل سرپرستی به وجود می آید هفت وزارت خانه اینجا خلای مدیریتی سرد و خواهند شد و در کنار از این اگر فیصله های مجلس نپذیرد دادگاه حالی در آن صورت تقابل قوای مقننه با قوای مجریه اینجا بیشتر و شدیدتر از گذشته خواهد شد این چالش ها را حکومت چگونه میتونه حل بسازه قطعا نمیتونه این مشکلات مار بکنه به حد کافی حکومت افغانستان مشکل داره ما امی فالا در یک شرایط بسیار بدی قرار داریم جنگ تمام دنیا داخل افغانستان هست رقابت های منطقی و جهانی حداقل اگر ما بتونیم با, با او چالش ها در مقابل از اونا استادگی بکنیم کار بسیار کلانه کردیم و اگر این موارد و این اختلافات و این روی تقابل و این رقابت های ناسالم بین سه قوه بین رئیس اجرای و رئیس جمهور و این مشکلات به اینا اضافه شده شود کمر مردم افغانستان نمیشکنه و قطعا نباید که این اجازه را و, حتی موقعی را مساعد بکنه رئیس جمهور افغانستان را رئیس اجرایی دولت وادت ملی و حکومت <applause> که این ای فضا به وجود بیاد قطعا <applause> با را بگیرن و این مشوره و این خواست جدی مردم هست فعلا مردم بسیار به وضعیت بد قرار دارن ولی همه چی بازم هم حوصله میکنن در این وضعیت فعلی مردم ادقل از شهر خود میگم از ولایت هرات که امروز ما 90 درصد مردم هرات بیکار هستن وضعیت اقتصادی فوق خراب شده اما این حوصله مندی مردم تا چه زمان ادامه پیدا فکر نمی کنم از این بیشتر دیگه تاب و طاقت داشته باشن به این حوصله را داشته باشن کاسه صبر مردم لبریز شده و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه قطعا مردم ای حوصله مندی رازی بیشتر نخواهد آقای مجدا افزون بر هفت وزیر سلب صلاحیت شده وزارت های اطلاعات و فرهنگ وزارت های اقوام قوایل و معادن هم در بی سرپرستی به سر میبرند اونجا اصلا وزیر وجود نداره در مجموع هفت وزارتخانه افغانستان با توجه به فیصله های مجلس نمایندگان فعلا با سرپرست های داره میشن. حکومت امین مشکل سرپرستی را خلای مدیریتی را در این وزارت ها از لحاظ حقوقی چگونه میتونه حل بسازه خب ما یک نظام نوشته شده داریم هر مورد در قانون اساسی در قوانین موضوعه دیگه نوشته است و ما یقین دارم که کسایی که در حکومت کار میکنن و بسیار دقیق میفهم کلی موارد در ماده 64 فقره 11 بسیار واضح معرفی و بر برای ولسی جرگه برای تایید تاییدش یا جمله من کلافیات رئیس اما دو هفته وقت داره مجلس حکومت قرار است تا دو هفته دیگر مجلس نمایندگان به تعطیلات زمستانی بره فکر میکنید این دو هفته ممکن است حکومت توانایی از دارد تا این خلل در کابینه حل بسازد بله ممکن است مشروط به اینکه اینا اراده داشته باشند بسیار کار مشکل نیست ما حیران هستم که اینا دهی سی میلیون نفوس ده نفر یا هشت نفر یا هفت نفر وزیر واجد شرایط, شرایط شرایطی که برای یک وزیر در نظر گرفته شده گزارم. اونا قبل از قبل واضح هست خیلی سپاس آقای مجیدی کتا بگین رای حل چی است این معضله را سرانجام انجام چگونه میشه حل ساخت حضور سرپرستا در وزارت خانه ها را و چه پیامت هایی را در واقع در عمل خواهد بر جا گذاشت و مردم با چگونه مشکل سر خواهد کرد ما مشوریم و حرف ما از مردم افغانستان به حکومتی هست که با قانون پابند باشه قطعا به با یک جمله باید به با قانون احترام بگذارند و مطابق به قانون عمل بکنند در غیر از اون مشکلات بیشتر میشه تنها مشهد. راه پرسازی بمشهد. خلا تطبیق قانون قطعاً است و قطعا و حرف آخر که از قهر و غضب خدا و مردم افغانستان که بسیار مشکلات دیدن باید مسئولین حکومت و دولتی بترسند و این مراد بکنند خیلی ممنون از حضورتان در برنامه عبدل سبحان معاون اتحادیه حقوق دانان افغانستان و فرهاد مجیدی نماینده مردم در مجلس سپاسگزارم از شما بیننده ها خبر کوتاه را در اخیر ببینید سه برادر در افریقای جنوبی با توصیه جادوگر قبیله تلاش کردند که به یک تمسای ماده تجاوز جنسی کنند اما تومه دیگر ها شدند با گزارش خبرگزاری روسی اسپوت این سه برادر یک ماده تومسا را به دام انداختند و تلاش کردند که او را مورد تجاوز جنسی قرار دهند آنها این کار را بنا بر توسعه جادوگر محلی کردند که گفته بود رابطه جنسی با تومسا به درمان اختلال جنسی کمک می کند در ادامه این گزارش آمده در حالی که برادران آماده تجاوز جنسی بودند عده تومسای دیگر به محل حادثه آمده و آنها را دریدند پدر و مادر برادران کشته شده میگویند که شکایتی از جادوگر ندارند در اکثر فرهنگ ها حیوان خواهی و آمیزش جنسی با جانوران نمونه از ناهنجاری جنسی است اما گویا در این حادثه آمیزش جنسی با تمسان نه بر اساس خیال های جنسی بلکه طبق توصیه درمانی از سوی جادوگر قبیله بوده است